پارلمان دوستی استان مرکزی. مهمانان امشب: علی همتی، متولد 1349، تاجر دیگ بخار و گازوئیل. حسین عربی، متولد 1349، تاجر روغن شترمرغ و شکر. محمد قلیچ، متولد 1372، تاجر کوده های ارگانیک و شیمیایی. عباس علی اسماعیلی، متولد 1341، تاجر مواد شوینده. شب شما بخیر باشه عزیزان دلم. خیلی متشکرم که ما رو تماشا میکنین. همونطور که تیزر معرفی برنامه تقدیم حضورتون شد، در خدمت عزیزان دلی هستیم که از استان مرکزی تشریف آوردن. سید احمد تحویلدار کوچک شما میزبانی میکنه از 4 تاجر بزرگواری که از این استان به شهر مقدس قم اومدن و در پخش زنده با شما زنده گفتگو خواهند کرد. با تصویر باز دوستان من معرفی میشن جناب آقای علی همتی بزرگوار، جناب آقای حسین عربی دوست داشتنی، جناب آقای محمد قلیچ و جناب آقای عباس علی اسماعیلی، بزرگتر ما، تاج سر ما. ما یاد گرفتیم از بزرگانمون که ریش سفید در جمع باشه سلامات بشین. قربون شما برم، عرض ادب کنیم خدمتشون و شما تاج سر ما، این عزیز دل ما. خیلی خوش اومدین. اگر امکانش هست من با آجا ها صحبت بکنم و شروع داشته باشیم. آجا، شما چند ساله این؟ من 61 سال. خدا حفظتون کنه. و بفرمایید که در چه حوزه ای مشغول به فعالیتی؟ مواد شوینده. مواد شوینده. چند وقت بارا شروع کردین قربان؟ از سال 96-97 چیز داشتم، مثلا آخر باشم محصولات کنجد داشتم. یعنی زمانی که با آراد شروع کردین سال 96-97 بحث کنجد و مشتر روغن کنجد روغنشو بله روغن ارده کنجد بود، حلوا ارده و خود ارده. درسته. بعد یه مدت کار کردم، بخاطر یه مختلی مشکلاتی که سال من پیش اومد و شخصی اینا به صلاح کار میکردم دورا دور، متا فعالیت کامل نداشتم. در اون زمان که شما وارد شدین و در واقع این محصول رو انتخاب کردیم، فروش داخلی و صادراتی؟ نه، داخلی بود. داخلی داشت. داخلی بود. درست. به واسطه مسئله شخصی که براتون به وجود اومد، مثلا دور و دور مثلا پیگیر بودم، منتها فعالیت دیگه نداشتم. بله. تا تقریبا یه 2 ماه مونده بود به عید کارمو شروع کردم. 3-4 روز مونده بود به عید استارت کارم خورد، که خورد به تعطیلات و که دیگه الان فعلا سلامت بشین، خدا حفظ کنه. در خصوص محصولتون، مواد شوینده و اخذ نمایندگی دوستان از شما و در واقع اعطای عملیات فروش بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد و شما از کسب و کارتون برای عزیزان خواهیم گفت. در قابی که شما ملاحظه کردین عزیزان بیننده، قابی که از جناب آقای اسماعیلی داشتیم، آقای قلیچ جوان، یه جوان تاجر رو داشتیم، یه بزرگ تاجر از استان مرکزی. قربان خیلی خوش اومدیم. زنده باشید. خیلی ممنون. به نام خدا، محمد قلیچ هستم، از تاجرای آرادی. سال 1400 با آراد آشنا شدم. درود بر شما. شما چند ساله ای قربان؟ من 29 سالم. 29 سال. خدا حفظتون کنه. زنده. در حوزه کودای ارگانیک کار میکنم. کودای ارگانیک. بله. سال 1400 تا الان دستاوردی که داشتین، فروشایی که داشتین؟ خوشبختانه من مشاور تجاری مای زاره بودم. بعد تو زمینه کود خیلی کمکم کردن، چون خودشون تخصصشون. بله. جوری بود که خانومشون هم تو همون حوزه کودن. بله. موفق. سیگنالم داشتم، بعد من رو لینک کردم به خانومشون. جوری بود که طبق راهنمایی که داشتم، من اولین مشتریمو تبدیل به پول کردم. به به. چقدر یعنی اولین مشتری رو ازش پول گرفتم. چقدر لذت بخش. اولین سیگنال، اولین پول دیگه چه شود. تجارت درخشان انشالله داشته باشی. بزرگواری. توضیح و ایناش بمونه برای چند دقیقه بعد که گفتگو میکنیم. جناب آقای حسین عربی عزیز در سمت چپ بنده حضور دارن و با شما گفتگو خواهند کرد. خیلی خوش آمد. با سلام و عرض ادب خدمت مجری محترم
سلامت باشید. حضور توی سالن و بینندگان عزیز. بنده تقریبا از اواخر سال 1400 بود که به آراد وارد شدم. البته قبلش یه دوره‌ای با جناب تالیای عزیز یه دوره خیلی خوبی ما با هم داشتیم. بعد از اون من بلافاصله وارد آراد شدم و تو زمینه روغن شترمرغ، چون حالا به این دلیل من این محصول رو انتخاب کردم که یکی از تأمینای بزرگ یکی از دوستان بنده بود تو شهر اصفهان و ارتباط خیلی نزدیکی با ایشون داشتم، به یه نوعی اصلا کارخونه حتی ما با ایشون ارتباطمون به حدی بود که اصلا شراکت داشتیم. ما اینو شروع کردیم تو حوزه دارویی و آرایش بهداشتی. خدمت شما عرض کنم سایت هم حتی زدیم، رو سایت هم ما کار میکردیم تا سایت هم اومد بالا به اصطلاح کار میکردیم. بعد از اون اونو توسعهش دادیم روی به اصطلاح محصولات روغن خوراکی و دیگر محصولات خود شترمرغ که از جمله تخم نطفه‌دار و پر شاهپر پرواری. خدمت شما عرض کنم که این محصول توی آراد حالا تاجرای خیلی زیاد توی این زمینه کار نمیکنن، بنابراین ما سعی کردیم که از طریق برندسازی کارمون رو شروع بکنیم. تو بازار داخل وضعیت بد نیست، نیاز به حالا معرفی این محصول هستش، فروشمون هم خوب بوده. ما بعد از این قضیه اومدیم رو صادرات این محصول کار کنیم و خدمت شما عرض کنم در حال حاضر هم دو تا مثلا در حد نوشتن قرارداد هستیم تو بحث خود روغن شترمرغ که یکی از افرادی که حالا تقریبا هفته پیش به ما مراجعه کرد یک نمونه از ما گرفت که این تاجر به اصطلاح قصدش این بود که ببره به کشور چین بعد آنالیز اون انجام بده. ما چون مجوزات مختلف رو این محصول گرفتیم و به اصطلاح مجوزات سیب سلامت سازمان به غذا و دارو رو داریم، از این لحاظ مشکلی نداریم و این قرارداد هستش. یه نمونه هم در زمینه تخم نطفه دار شترمرغ، معمولا کشورهای عربی همجوار دارن به این سمت پیش میرن که تو پرورش شترمرغ فعالیت زیاد میکنن، بنابراین یه سری از تاجرها خیلی فعال شدن که رو این زمینه دارن کار میکنن. من تو بحث تخم نطفه دار در اصل در ارتباط مستقیم با من نبود، ولی من چون تأمینای خوبی تو استان خراسان شهر مشهد و استان یزد داشتم، به توسط اونها تونستم به اصطلاح اون تعدادی که مد نظر بود رو تهیه کنم و ارائه بدم. حالا تو این چالش هستیم که بتونیم از لحاظ قیمتی به توافق برسیم. خدمت حضرت عالی عرض کنم که ما بحث بازارسازی رو که استاد تالیا شروع کردند، ما اومدیم در کنار این حوزه شکر هم اضافه کردیم به محصولاتمون. یه تأمین بسیار خوب و عالی، یعنی ارتباط بسیار مستقیم با یک تاجر توی امارات پیدا کردیم که تو حوزه شکر صادراتی که تقریبا هفته گذشته هم ما یه تقاضا داشتیم در این ارتباط، یه چیزی در حدود 25,000 تن شکر و در حال ارسال مدارک اون هستیم که به یه توافق برسیم که بتونیم اونو تحویل بدیم. خیلی هم عالی، انشاءالله موفقیت ها پی در پی برای شما اتفاق بیفته و روز افزون باشه. خیلی خوش آمدین جناب همتی عزیز، زنده باشیم. سلام علیک با بیننده های عزیز آرادو داشته باشیم لطفا. با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان، جناب علی سید بزرگوارای تحویلدار و مسئولین بزرگوار و دلسوز این مجموعه و حضار محترم، من علی همتی هستم. محصولی که من کار میکنم دیگهای بخار هست. دیگهای بخار ساخت شرکت ماشین سازی عراق و این دیگ، حالا ما خوبه که یه توضیحاتی بدم که من تقریبا از دو هفته قبل از عید امسال وارد شرکت آراد شدم، جدیداً ثبت نام کردم تو این مجموعه و در طول این مدت از سایت آراد استفاده کردم، یه سری آموزش ها رو از سایت دیدم و برای اولین باره که من اومدم از نزدیک با مجموعه آشنا شدم و در خدمت استاد بزرگ های تالیا بودم و امروز کلی درس ازش گرفتم. منتها در طول همین مدت کوتاه ما کارمون رو با جدیت شروع کردیم از بعد از عید، یعنی شاید بگم از 20 فروردین به بعد تا حالا، و چون که با جدیت وارد شدیم، من خودم مهندس مکانیکم، قبلا تو مجموعه ماشین سازی عراق کار میکردم و شاید یکی دو ساله که بازنشسته شدم آشنایی کامل نسبت به اون مجموعه داشتم و محصولاتی که اونجا تولید میشد. یکی از محصولاتی که خیلی استراتژیه و
تو خیلی از صنایع استفاده میشه، هم صنایع و هم استفاده های شخصی، محصول دیگ بخار هست. دیگ بخار چون که هم دیگ بخار ساخت ماشین سازی در واقع از سال 1350 ماشین سازی شروع کرده به تولید همین دیگ و با شرکت جاب تامسون انگلستان این محصول رو در واقع آغاز کرده. پشت بندش هم ماشین سازی تونسته که در طول این مدت اصلا برندسازیش کنه، یعنی کل تجهیزات جانبیش رو خودش میسازه و بسیار بروزه و از استانداردهای لازم هم برخورداره. حتی مجوز صادراتو داره این دیگ و تا به حال به خیلی از کشورهای منطقه صادر شده، از جمله عراق، امارات، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و یه سری از کشورهای آفریقایی و حتی به هند هم صادر شده این محصول. ما برای استارت کارمون، حالا چون که خواستیم محصولمون رو معرفی بکنیم، اول خواستیم که یه تأمین خوب داشته باشیم، بنابراین ما رفتیم با مسئولین ماشین سازی عراق و مدیریت همون مجموعه دیگ بخار، مدیریت مهندسی و مدیریت فروش و حتی با لایه کارشناسی ارتباط برقرار کردیم، جلساتی تشکیل دادیم، همه رأی مثبت رو به ما دادن، با ما همراه شدن که در این زمینه با ما همکاری بکنن، یعنی به نوعی از تولید به مصرف. خب ما نمایندگی فروش داخل و صادرات این محصول رو گرفتیم، با جدیت هم داریم فعالیت میکنیم در این زمینه و دفاتری داریم تو خود مجموعه ماشین سازی باز همراهی کردن با ما که همکاری لازم رو بکنن. عرض میشه خدمت شما و اگه کسی بتونه تو این زمینه حالا با ما همکاری بکنه، بحث نمایندگی و اینا، ما نمایندگی فروش از طرف خودمون هم بهش میدیم. قیمت تمام شده یه محصول همونیه که شرکت ماشین سازی عراق اعلام میکنه، یعنی ما از خودمون اصلا قیمتی در نظر نمیگیریم. حالا دیگه اون بحث سود و درصدش هرچه هست ما با ماشین سازی عراق بستیم. حالا لازم خدمتون عرض کنم که استفاده از این محصول میتونه، این محصول هم به صورت دیگه بخار تولید میشه، بخار تولید میکنه و یا دیگه آب گرمه، بستگی به استفاده که چه کسی چه خروجی از این دیگ نیاز داشته باشه. ما کارشناسانمون باشون بستیم که حتی کسی که میخواد دیگ بخره قاعدتا اول بایستی اعلام نیاز بکنه، بعد اگه خودش تونست ظرفیت دیگش و موقعیت و نصب و اینا رو تشخیص داد که چه بهتر. اگه نتونست ما با مجموعه هماهنگ کردیم که کارشناسانمون میتونن به صورت رایگان در محل حضور پیدا کنن، بهش مشاوره کنن، جانمایی بدن و بهترین ظرفیت دیگو در واقع به اینا معرفی بکنن و در بحث فروش هم شرایطی با اینا کنار میان. پشت بندش هم خدمات پس از فروش داره و سرویس های رایگان هم داره و حتی آموزش رایگان برای اون مجموعه مصرف کننده هم داره. حالا به هر حال هم فروش داخل و هم خارج. حالا علاوه بر ماشین سازی یه سری شرکت های دیگه هم هستن که این محصول تولید میکنن، اما خب این شرکت ها یه سریشون از شرکت ماشین سازی عراق الگو گرفتن، شروع کردن به ساخت، اما اون استانداردهای لازم رو ندارن و قطع به یقین برای اینکه بتونن رقابت کنن، یعنی تو بازار بتونن محصولشون رو بفروشن، یه جورایی کیفیتشون پایین تر از کیفیت دیگه های ساخت ماشین سازی عراقه. منتها ماشین سازی عراق صفر تا صد در واقع اون اصول کیفی، متریالی و در راستای پاس کردن اون استانداردهای جهانی رو رعایت میکنه. نسبت به دیگه‌های تولیدی ساخت داخل و بقیه شرکت‌ها یه درصدی قیمتش بالاتره، منتها از نظر کیفیت، از نظر حجم، از نظر سرویس دهی و کلی به قول معروف خدمات پس از فروش و مشاور آموزش اگه حساب کنی نسبت به بقیه ارزون تر در میاد. و من پیشنهاد میکنم اگه کسی نیاز به این محصول داره از ماشین سازی عراق خرید بکنه، یعنی به نوعی با ما هماهنگ کنه که ما در خدمتشون باشیم. حتی حالا من میتونم اگه کسی فرض کن نیاز داشته باشه به این محصول قبل از خریدش
میتونیم هماهنگ بکنیم که حتی از خط تولید هم بازدید بکنه. خب کمتر شرکتی پیدا میشه که مصرف کننده یا مشتری رو دعوت بکنه که از خط تولید بازدید بکنه. ما این کار رو میتونیم انجام بدیم. خیلی متشکرم از شما. خواهش میکنم. سپاسگزارم. لطف فرمودین. اما عزیزان بیننده لطف کنین یه بخش رو خیلی کوتاه تماشا بکنیم. برمیگردیم با ادامه پارلمان دوستی استان مرکزی در کنار شما و با شما خواهیم بود. بفرمایید. افرادی هستن مثلا دست روی یه محصولی میذارن خب که میگن همونو ما تک رنگ میخوایم یا مثلا تو این سایز بنده میخوام، ولی خب خیلی از کارخونه دارای بزرگ این کارو انجام نمیدن، میگن آقا ما رنگ بندمون تقریبا همینه، حالا اگه میخواید خرید کنید، نمیخواید مثلا مشتری بدی. ولی تو تولیدی نه، بحث به این صورت نیست. احتیاج دارم به تاجر، احتیاج دارم که بخوان رو به رشد حرکت کنن و اون چیزایی که ما بهشون میگیم و معمولا برامون انجام بدن. این نکته خیلی حالا از لحاظ تجربی، چون من چندین بار این حالا این مسیر رو طی کردم، گفتم به دوستان تاجر بگم که حتما است. چرا یه جورایی حالت آزمایشی هم میشه دیگه. شما تو با این تولیدی که متوسط شروع کنید، قدرت بیانتون، مذاکرتون میره بالا و میبینید یک سال دارید مثلا با این تولیدی کار میکنید و نقاط قوت زیادی بهتون اضافه شده، کمک میکنه که شما بتونید با افرادی که و کارخونه دارایی که بزرگن و برندن بتونید راحت تر صحبت کنید و راحت تر بتونید باهاشون ارتباط بگیرید. خوش تشریف آوردین عزیزان بیننده، متشکرم که ما رو تماشا کنید. ما تقریبا چیز حدود 9 یا 10 دقیقه گفتگو خواهیم داشت در این پارلمان دوستی و بعد از اون ساعت 21 تا 22 شما ملاحظه‌گر برنامه مهندس قربانی عزیز، مدیر عامل محترم شرکت آراک برندینگ خواهید بود. پس اون برنامه رو از دست ندین و ما در خدمت ایشون هستیم. اما حاجی اسماعیلی، در حوزه مواد شوینده، خب با توجه به این که خیلی از عزیزان فعالیت میکنن، کار میکنن، تاجران آرادی، هر چی تاجر در این محصول میاد دست زیاد نمیشه، به جهت این که خب خیلی از کشورهای همسایه استفاده این محصول در کشورشون گرونه، ترجیحشون این است که از ایران واردات داشته که به صرفه باشه و براشون کلن همتری در این که پلنتون اگر برای صادرات در نظر بگیریم، شما توجه به اینکه یه محصول رو کار کردیم دیگه ادامهش ندادیم و اینکه خب بالاخره جان بله میریم میان برنامه میبینیم، ببخشید نمیرم چی شد، میریم میان برنامه میبینیم برمیگردیم. ببینید اولین چیزی که خیلی مهم هست، همیشه جناب مهندس شعبانی میگن 30 ثانیه اول خیلی مهمه. حالا چه توی مذاکره تلفنی چه مذاکره حضوری، اگر ما حضوری رو بخوایم حالا بیشتر مد نظرمون قرار بدیم، این هستش که کارخونه دار ظاهر ما رو خیلی دقت میکنه که ببینه ما چطوری اومدیم برای مذاکره. اگر با یه تیشرت و شلوار پاره و اینها رفته باشیم، خب این اصلا ذهنیتش عوض میشه. یا اکسسوری هایی که داریم، گوشی موبایل، ماشین، نمیدونم ساعت، کیف، چیزهایی که داریم باید خیلی مهم هستش که کارخونه دار شما رو باید بزرگ ببینه. این یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست، اینه که ما رو بزرگ ببینه. این چیزهایی که عرض کردم هستش. و بحث دور خوردن، خب معمولا کارخونه دارها دور زدن تو کارشونه، یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم اصلا دور نمیخوایم. خود من شاید 3-4 بار دور خوردم، شاید جناب مهندس شعبانی میگه تا 10 بارم اگر دور خوردیم نگران نباشید، آره بازم ارتباط بگیرید. این کارخونه دار کارخونه دار باید قدرت شما رو توی مشتری آوردن برای کارخونهش ببینه. خب خیلی خوش اومد، ببخشید یه مقدار این میکروفون رو من صداش مشکل داشت، فکر کنم احساسم کردین خشخش میکردم اینو، بچه‌ها اومدن درست کردن. داشتم عرض میکردم خدمت آقای اسماعیلی که در حوزه مواد شوینده
دست زیاده ولی انقدر پربار و پرسوده که خیلی ها ترجیحشون اینه که کار بکنن، فعالیت بکنن، با توجه به اینکه ایشون محصول رو کار میکردن در حوزه کنجد و مشتقاتش، ولی خب ترجیحشون این بود که از یک زمانی به بعد وارد شوینده بشن و کار بکنن. پلن داخلتون رو بفرمایید و اگر کسی از شما یک نمایندگی بخواد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، چیکار باید بکنه که از شما نمایندگی بگیره؟ در واقع خدمت شما عرض کنم که در مورد مواد شوینده، حالا مثلا مواد شوینده کارواشی جدیدن اومده، نانو پودریه، پودریه خیلی با کیفیت تر از اون مایه ها هستش که خیلی از کارواشو خبر ندارم. خدمت شما عرض کنم که اینا رو مثلا توی مواد یک کیلوشو توی 90 حساب می‌ریزم، بله، بدون اینکه مثل قبلا خب مثلا ما مایه‌های مواد شوینده کارواشی رو می‌ریختن کف آب می‌زدن بعد می‌ریختن توی چی میگم موتور اینا خیس می‌خورد بعداً این کارو می‌کردن، ولی این الان نه، در عرض مثلا این مواد شوینده رو که می‌ریزن در وا می‌کنن، در کاپوت وا می‌کنن، حدود خدمت شما عرض کنم که 4 دقیقه الا 5 دقیقه اینو بریزن روش، تمام موادی که به اصطلاح روغن و هر چی که هستش کلا از بین میبره. صحیح. بعد یه مواد ضعیف‌تری هم هستش تو همین مواد نانو، از همین شکل متو ضعیف‌ترش که روی خدمت شما عرض کنم که خود ماشین استفاده میشه، اونم بدون اینکه اصلا آبی استفاده کنن بریزن رو، بعد از 4 دقیقه 5 دقیقه شروع میشه، هم تو وقت به اصطلاح صرف جویی میشه، هم تو آب هم تو خیلی هم ضرر کمتری داره برمید. هم ضرر کمتری داره، تمیز کننده هم هست، خیلی خوب و عالیه. زنده بود. و حالا شامپوی هتلی هستش، خدمت شما عرض کنم که صابونای هتلی هست برای حالا افراد آرادی و غیر آرادی، اگه کسی مثلا کاری خاص انجام بده مثلا مواد ما رو استفاده کنه، نمایندگی بگیره برای زندان ها، خدمت شما عرض کنم برای خیلی فروشگاه ها و خیلی کسایی که مثلا میتونن مثلا با هزینه ای که میدن این مواد شوینده رو میتونن حالت این که پخش کنن حالا تو هر جایی که مثلا لازم باشه. زنده باد. و اینکه اگه کسی بخواد برای شما بفروشه چند درصد بهش میدین؟ 55 دیگه تو به صحبت های زیاد استاد زیاد کلی میان کلا 55. خیلی عالی، متشکرم، سپاسگزارم. جناب آقای قیلیش برام بفرمایید که چطور نمایندگی میدین، عملیات فروش دارین و اینکه خب در این حوزه خیلی ها میخوان فعالیت بکنن با شما کار بکنن، این تیرمون این بستر در خدمت شما. حوزه فعالیت ما کوده ارگانیکه. کوده ارگانیک هم فقط داخلی میشه کار کرد و صادراتشون انجام نیست. حالا مجوزاشو ندارن. قبلا شما تو این کار بودین یا نه؟ قبلا نه نبودم. من فقط هم زمانی که با آراد آشنا شدم حوزه کود انتخاب کردم و دارم کار میکنم. درست. بیشتر فعالیت هم حوزه در قالب کودهای فله مرغی و پلتهای مرغی اینا بوده. تو این زمینه طبق حالا راهنمایی مشاور و اساتی موفق بودم. این زمینه فروشهای خوبی داشتم، تأمین خوبی دارم و حدودا به کل کشورم ارسال داشتم. یه جوری بودی که هدفمون با تأمینی که داریم و هماهنگی یه کود سالم و بدون اینکه مثلا ترکیب باشه یا چیزایی که باعث میشه زمین رو نابود کنه دست کشاورز یا کسایی که تو این زمینه کار میکنن رسوندیم. هدفمون هم این بوده که مثلا کود سالم دستشون برسونیم برای آبادی زمینشون و یه محصول سالم برسه دست مردم و نتیجه اون محصول به بهترین شکل برسه دست مصرف کننده. بله، به همین شکل بوده. خیلی هم عالی. زنده باشید. شما 55 کار میکنی؟ حالا درصدایی داره، از 10 تا 30 درصد. 10 تا 30 درصد از زمان میتونن. نمایندگی چی؟ نمایندگی هم کسایی که هستن ما معرفی میکنیم به تامینمون، چون بحث فله مرغی یه جوری که با دست مشتری یا دست کسی که کشاورز هست برسه عمده طرف خرید داره. بله. میره یه وثیقه یا یه ضمانت بانکی پیش تامین ما میذاره، به هر مقداری که لازم داشته باشه براش میفرسته. درود بر شما. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از لطف هر چهار بزرگوار.
امشب پارلمان دوستی استان مرکزی رو شما تماشا کردین که باعث افتخار بنده بود گفتگو کردن با تاجرای عزیزمون. خیلی متشکرم از شما، خیلی لطف فرمودین. انشالله که موفق باشین در هر زمینه‌ای، در این فعالیتی که دارین، در این عرصه‌ای که ورود کردین و دارین تجارت میکنین. اما عزیزان بیننده، شما هم لطف بفرمایین با یک میان برنامه و تقدیم بخش‌هایی که عزیزان برای شما تدارک دیدن بریم و برگردیم در خدمت عزیز دلمون جناب مهندس قربانی بزرگوار، مدیر عامل محترم آراد برندینگ باشیم. بفرمایید.